بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خدا و با سلام خدمت تمامی دوستان و هموطنان عزیز امیدوارم که گی خوب و خوش و شاد و سلامت باشید در ادامه مباحث کلاس های آموزش مجازی و آنلاین در ادامه مباحثی که داشتیم قبلا گوگل کلاس روم کار کردیم هنگ آوتس رو کار کردیم و همچنین واتساپ گروه رو کار کردیم که میتونید استفاده کنید و یه سری مباحثی که در سایتمون قرار دادیم یه برنامه بسیار قوی قدرتمند فقط و فقط مخصوص همین کلاس های آنلاین مانند هنگ آوتس و بسیار قوی تر از اون به نام زوم میخوایم شروع کنیم به آموزش دلیل اینکه این آموزش زوم رو داریم شروع میکنیم اینه که خیلی از دوستان گفتن که حالا هنگ آوتس نه توی ایران فیلتره ولی زوم رو دقت کنید زوم هم فیلتره حالا ولی میگن که وقتی وصل میشیم با پراکسی دیگه بعدا پراکسی رو میتونیم قطع کنیم و ادامه کار بدیم ولی مهمتری از همه اینه که زوم امکانات خیلی وسیعی داره بسیار عالی خب بریم ببینیم میخوایم وصل بشیم به عنوان یک شاگرد چیکار باید بکنیم چون امکاناتش زیاده واقعا امکانات فوق العاده ای داره و بسیار زیاده ما مجبوریم چندین جلسه برای این چیه که دوره بذاریم خب من به عنوان یه شاگرد میخوام ببینم که چیکار باید بکنم بعد بریم استاد چون امکانات استاد خیلی زیاده zoom.us رو میزنید خوب دقت کنید اینجا ببینیم اصلا چه امکانات خاصی داره چه برای استاد چه برای شاگرد ببینید وقتی شما اینجا وارد میشید شما باید به صورت سایناپ اپ فور فری یعنی رایگان واسه بشید اما اینجا قسمت بالا پلنز اند پرایسینگ وقتی کلیک کنید شما امکاناتی که اون پولیا داره رو میبینید و همینطوری فری فری یا همون بیسیکی که وجود داره ببینید یه سری محدودیت هایی داره ولی امکاناتش عالیه با همین محدودیت هایی که وجود داره اولا تا 100 تا شاگرد رو چیکار میکنه میتونید شما قبول کنید که معمولا ما هر، تو هر کلاسمون چیه سی تا شاگرد داریم ولی اگر کنفرانس میخوایم برگزار کنیم حتما باید بریم پولیاشو بگیریم کنفرانس های بالا خب محدودیتی برای تک به تک نداره یعنی تو اگه شاگرد خصوصی داشته باشی و یه نفر یا بخوای چیکار کنی کار بکنی تک به تک هیچ محدودیت زمانی نداره اما اگر یه نفر به تو اضافه بشه یعنی از این صد نفر به جای یه نفر دو نفر سه نفر بشه اون وقت فقط جلسه چهل دقیقه چهل دقیقه تموم شد هشدارم نمیده کلاس چی میشه قطع میشه یعنی این میتینگ شما به مدت چیه چهل دقیقه طول میکشه ولی unlimited number of meetings شما میتونی قطع شد یه کنفرانس دیگه ای رو شروع کنی ولی دیگه اون ادامه اون مباحث و چیزهایی که اونجا طراحی کردی و آموزش دادی دیگه همش پریده پس خوب دقت کنید شما توی فری چهل دقیقه میتونید کلاس درس بدید چهل دقیقه کارتون رو باید تموم کنید تا عرض چهل دقیقه اگه تک به تک تقیب باشید مهم نیست هر چقدر خواستید دو ساعت ادامه بدید تا صد نفرم شاگرد میتونید قبول کنید هیچ مشکل نداره و جلساتش هم تعداد زیادی میتونید داشته باشید هیچ مشکلی نخواهد داشت خب این امکاناتیه که برای بیسیک وجود داره و یه سری توضیحاتی که کاری نداریم خب اما اونایی که پولی هستن خب یه سری امکانات خاصی دارن اتاقهای ویژه دارن نمیدونم ذخیره در مثل گوگل درایو بهش حجم میده و شاگردای بیشتری رو میده و یه سری امکانات خاص هر کس خاص به قول معروف لازم دونست چیه میتونه بیاد از اینا تهیه کنه اما معلم میخواد چیکار کنه به عنوان یه استاد خوب دقت کنید جوین بشه حتما حتما دقت کنید اینجا فرق داره من یه بار دیگه, دیگه میزنم اینجا شما به عنوان استاد باید حتما سایناپ اپ فور فری رو بزنید و ثبت نام کنید یا از اینجا بالا سایناپ اپ چیه ایت فری به عنوان استاد اما شاگرد و خیلی تنظیمات زیادی داره خوب دقت کنید من الان به عنوان یه استاد وارد میشم ساین چون قبلا گرفتم به چیه به اسم ایرانی بچه این صفحه صفحه استاده خوب دقت کنید و امکانات خیلی زیادی داره همین صفحه اولش میبینید این قسمت میتینگ خب این همه برای بخواد چکار کنه یه جلسه بذاره از اینجا اسکیجول نیو میتینگ جلسه رو بذاره از اینجا همین رو بزنه ده ها گزینه داره که یه جلسه رو برای شما چکار کنه بخواد طراحی کنه کنسل میکنم خود همین بعد اینجا قسمت پریویس میتینگز چه جلسات قبلی که داشته بعد پرسونال میتینگ رومشه تنظیمات خاص خودش رو داره بعد قسمت پروفایل خودش وقتی وارد پروفایلش بره میتونه ده ها آپشن چکار کنه ویرایش کنه و قسمت وبینار ویبی، قسمت ریکوردینگش تنظیمات ویژه خاص خود و مهمتر از همه قسمت ستینگشه حالا این ستینگ خودش همونطوری که میبینید قسمت میتینگش یک سری تنظیمات داره صدها تنظیمات داره باید استادیات بگیره خب نمیخوام بترسونم اما این تنظیمات به صورت پیشوز هست ولی میتونه بیاد آپشنای خاصی رو قسمت ری، ریکوردینگش یه سری تنظیمات داره قسمت تلفن یه تنظیمات داره و قسمت های دیگه هم همینطور تنظیمات زیاد داره بس شما به عنوان استاد توی جلسه اول ما کاری نداریم من الان میخوام به عنوان یه شاگرد چون صدها شاگرد وجود داره و موقعی که من شای... ساین اوت میکنم از استاد خارج میشم از بچه ایرانی خارج میشم ببینید صدها دانش آموز و دانشجو میخواد سب... چیکار کنه از کلاس استفاده چی نیازی نیست بره توی زوم ثبت نام کنه و کلاس بگیره این درد سرها رو قبول کنه اینا دیگه وظیفی استاده که دوره های بعدی رو کار میکنیم استاده یاد میگیرن و ضمن این که من دارم اینو برای شاگرد کار میکنم اساتیدم که قدم به قدم حالا چه یه مقدار از کار استادم اینجا انجام میدم چیکار میکنن متوجه میشن که یاد میگیرن که چه چیزهایی رو خیلی از امکانات استادم اینجا داره کار میشه وقتی وارد این صفحه زوم داتی یو اس شدید شما از اینجا ساین فری رو میزنید یا از همینجا برای استاد اما به عنوان شاگرد هیچ نیازی به اینجا نداره شاگرد میره تو ایمیلش استاد براش چیکار کرده ایمیل فرستاده من الان یه شاگرد هستم فرض کنید به عنوان اکبر زهیری 6 برم ببینم تو ایمیلم چک کنم تو جیمیل حالا اینو از طریق واتساپ براتون فرستاده از طریق تلگرام فرستاده یا تو ایمیلتون گفته فلان جا کلاس دارید خب ایمیل احتمال داره توی اینجا نباشه احتمال داره تو سوشیال باشه احتمال داره توی پروموشن باشه خب دق... احتمال داره اینجا توی چی باشه توی قسمت مور برید قسمت اسپماتون باشه حتما دق... میتونه داخل اسپم باشه جاهای مختلف بیشتر توی اسپم میره این چیزا خب حالا من اینو کلیک میکنم به عنوان شاگرد داره یکی چی میگه که استاد اکبر زهیری یکی از اساتید نمیدونم کیه دعوت کرده تو زوم میتینگ برای من گفته که آموزش گرامر داریم تاریخش هم که این روزه ساعت ارزم به حضور شما که به وقت کانادا خوب دقت کنید اونجا تو تنظیمات استاد باید وقت ایران رو بذاره توی تن ستینگش. حتما دقت خیلی دقت نمیکنن. نمیرن تغییر بدن و بعدا ساعت ها دانشجو به گل به هم میخوره خب من کافیه به عنوان شاگرد چیکار کنم اینو کلیک کنم اینم رمزیه که داده پسوردی که داده یعنی این ایمیل رو هر کس داشته باشه دعوت شده باشه با کلیک کردن این چیکار میکنه وارد جلسه میشه یا من میتونم اینو کپی کنم برم زوم دات یو که اومدم به عنوان یه شاگرد اینو بزنم دیگه لازم نیست ساین اپ بس هیچ نیازی ساین اپ و تنظیمات که بعدا برای اساتید یاد میدم لازم نیست فقط جوین میتینگ رو میزنم خوب دقت کنید و وقتی جوین میتینگ زدم اون یو که بود این یو رو چیکار میکنم میام شروع میکنم اینجا کپی کردن اینو منظورمه این آدرس رو دقت کنید کلمات اضافه بالا و پایین ذخیره چیه کپی نشه کلیک راست میکنم کپی میکنم و میارم اینجا چیکار میکنم کلیک راست پیست میکنم جوین میشم این یه روششه یه روشم همینجا چرا دیگه خودم رو آزار بدم برم اونجا اینو کلیک کنم همون وارد سایت زوم میشه برای شاگرد اولین باری که وارد میشه یه برنامه کوچیکی رو میگه دانلود کن خودش کار میکنه اینا میبینید دانلود میکنه اگر دانلود نکرد شما چیکار کنید کلیک هیر توی اینجا کلیک میکنید که اینو چیکار کنه دانلود کنه وقتی اینو دانلود کرد و نصب کرد خوب دقت کنید یه برنامه می این میبینید عکس این دوربینو میبینید نصب میکنه من کافیه چیکار کنم اوپن زومو بزنم و چیه وارد جلسه بشم ولی جلسه هنوز سا... شروع نشده جلسه ساعت چی بود؟ هشت بود خب الان من منو نگر میداره تو اتاق انتظار احتمالا استاد گذاشته گفته که هر کس بخواد بیاد میتونه بیاد توی اتاق انتظار همونطور که میبینید داره میگه که هنوز این جلسه شروع نشده ولی شما هنوز اجازه دارید خوب دقت کنید کامپیوترتون رو تست کنید یا موبایلتونو تست کامپیوتر یا موبایل حالا هرچی باشه این این تنظیماتیه که به قول معروف چیه شما میتونید استفاده کنید اینا برای اساتیدم هست خب من اودیو ببینید تست سپیکر بلنگومو یه تست میگیرم ببینم آها میشنوم استاب خوبه اگر خواستم اسپیکرمو رو عوض میکنم اسپیکرم رو عوض میکنم چه کدوم اسپیکر باشه اگر اسپیکر متفاوت دارم خوب خوب دقت کنید خب لول صدام هم از همینجا میتونم کم و زیاد کنم اگه خیلی بالاست خب میکروفون هم, هم تست میگیرم رکوردینگ ریکوردینگ ببینید داره ضبط میکنه ضبط میکنه بس درسته اگرم خواستم چیکار میکنم میکروفونم رو چیکار میکنم تغییر میدم که برای زبله هم میکنه بس این هم از این بس اسپیکر و میکروفون رو تست کردم اینجا گزینه های دیگه هم وجود داره یکی از این گزینه هایی که خیلی به درتون میخوره اینه دقت کنید به عنوان یه شاگرد شما میتونید بگید که میوت مای مایکروفون ون جوینینگ میتینگ یعنی موقعی که من واسه میشم میکروفونم خاموش باشه چرا احتمال داره اینجا مشکلی باشه سر باشه نمیدونم خانواده دارن صحبت میکنن و شما دوست ندارید و تو اونجا شما اجازه دارید که هر وقت لازم دونستید چیکار کنید روشنش کنید البته اینو استاد خودش چیکار میکنه اونجا معمولا تنظیم میکنه که هر کسی میخواد وارد بشه میوت باشه این دیگه بستگی به استاد داره اما قسمت تصویر و بقیه گزینه حالا توی درس های استاد یاد میدیم نشون میدیم چطوریه قسمت تصویر ویدیو میتونم وی... کمرامو چک کنم ببینید خب من این کمرایی که الان دارم خوبه تصویر پشتم تصویر خودم و نه نمیخوام اصلا بهتره که چیکار کنم اینجا ترناف یعنی بگم که این ترناف رو بزنم ببینید وقتی من وصل میشم ویدیوی من خاموش باشه و کسی تصویر منو نبینه حالا من اینو چیکار میکنم اه... ترنان میکنم که اونجا دیده بشه و آدیو من چیکار میکنم که اه... که شنیده بشه که کارهایی که داریم انجام و بقیه قسمت ها تنظیمات زیاد داره که اینا بیشتر برای اساتید شیر اسکرین که میتونه اجازه بده که صفحه رو چیکار کنه شیر کنه و بقیه هم ببینن یه قسمت داره ورچوال بکگراند اینو بعدا کار میکنیم شما میتونید اگه کامپیوترتون ساپورت کنه بهش میگن گرین اسکرین صفحه سبز شما میتونید برید عکس دانلود کنید از اینجا عکس های خاصی رو دانلود کنید و بذارید اینجا و بکگراند شما مثلا آشپزخونه از خونه شلوغ به هم ریخته است جی یه بکگراند زمینه خوبی داشته باشه فقط تصویر خودتون و پشت سرتون خود برنامه میفهمه، خود کمرا میفهمه و پشترتون یه عکسی یا حتی فیلم مثلا فیلم های تبلیغاتی خودتون، سایتتون، لوگوتون هرچی هست و میتونید چیکار کنید اینجا تنظیم کنید قرار بدید پس اینجا یه سری امکاناتی هست که بعدا بهش بر... چیه میرسیم پس من اینجا یه تستی گرفتم خوب دقت کنید برای دسترسی به این برنامه راه های دیگه ای هم وجود داره حتی شما اگر به میتینگی هم وصل نشید کافیه این برنامه رو بعد از اینکه اولین بار نصب کردید برید میانبرش رو مثلا توی استار توی حالا پروگرام و زوم خب میانبر این برنامه رو از اینجا کلیک راست کنید استارت زوم و اینجا چیکار کنید پین تو استارت کنید میبینید وقتی پین تو استارت میکنید میاد اینجا توی استارتتون قرار میگیره حالا با توجه به زومتون فرق میکنه یا کلیک راست کنید شورت دسکتاپ روی دسکتاپتون قرار بدید فرق نمیکنه از همینجا و من از اینجا چیکار کردم اینو پین کردم به تسک بارم میبینید همینجا در دسترس دارم و هر وقت بخوام ف... کافیه چیکار کنم اینو اجرا کنم همینو وقتی اجرا میکنم اینجا سمت راست آیکونش میاد میبینید سمت راست بغل ساعت و کلیک راست کنم روش میتونم برم قسمت سیتینگ و دسترسی دارم و میتونم اودیو ویدیو و قسمت های مختلف اینو تنظیم کنم البته دوره کامل این تمام نکاتش یه برنامه جداگونه کار شده بس کافیه میان بروش از قسمت پروگرامتون بذارید اینجا بعد از اینکه نصب کردید و وقتی اجرا میکنید اصلا لازم نیست به جلسه ای وصل بشید سمت راست میبینید سمت راست بغل بق... قسمت نوتیفیکشن این آیکونش میاد روی این آیکون کلیک راست کنید قسمت سیتینگ و یه سری تنظیمات دیگه به این دسترسی دارید اما من منتظرم استاد شروع کنه استاد قرار ساعت 8 9 10 یا فردا شروع کنه ولی اگر بخواهد استاد چیکار میکنه میتونه همین الان استارت کارو بزنه من الان به عنوان استاد میرم چیکار میکنم جلسه رو شروع میکنم ببینیم چه اتفاق خب همونطور که میبینید یه پیام اومد میگه اینتریور نیم تا چی هستش بنویسی مثلا خب ریممبر ماي نیم اسم من یاد یادت باشه جوین کلاس استاد شروع کرده استاد الان توی صفحه چیکار میکنه شما رو داره میبینه که تو اتاق انتظار منتظر هستید و شما رو چیکار میکنه ادمیت میزنه ادمیت و قبول میکنه وقتی زد ادمیت شما وارد کلاس استاد شدید یعنی الان جوین شدید به کلاس استاد خب ببینیم حالا و وقتی وصل میشید چه امکاناتی به شما میده و وقتی هم وارد کلاس شدید یا همچین برنامه ای هست حالا ببینیم این چه امکاناتی داره ببین من به عنوان یک شاگرد الان بخوام چیه صدامو خودم چون اول استاد گذاشته بود صدای من خاموش باشه بخوام فعال کنم اینو میزنم الان میبینید من صحبت میکنم صدا چیه توی صفحه استادم شنیده میشه یا شاگردای دیگه قطعش میکنم اگر خواستم میکروفونم رو عوض کنم میتونم از اینجا کلیک کنم میکروفون های دیگه ای که دارم رو انتخاب میکنم که کیفیت خوبتره داره داره به قول ما کار میکنه و تنظیماتش بس آدیو ستینگ رو میتونم برم اینجا دوباره همون قسمتی که تنظیمات آدیو بود رو برم انجام بدم از همینجا هم دوباره دسترسی به یه سری امکانات کلی دارم جنرال ویدیو حالا اینا رو بعدا بررسی میکنیم زیاد مهم نیست. خب اصلش اینه که اگر خواستید قرمز باشه روش خط باشه یعنی قطع صدای شما رو کسی نمیشنوه ویدیو دارم هم همینطور من الان نگاه کنید این ویدیو رو روش چیکار کنم فعال کنم استاد الان تصویر منو داره میبینه یعنی من الان توی ریو موبایل تصویر خودم رو دارم میبینم استاد داره. ولی استاد اجازه نداده من چیه تصویرش رو ببینم اگر استاد من الان میرم نقش استاد تصویر استاد رو بخوام ببینم خب میبینید کلیک میکنم و الان تصویر استاد من الان اونجا دارم میبینم چون موبایل اینطوری قرار دادم خب میارم بالا موبایل خب خوب دقت کنید این هم از تصویر استاد که همونطوری که میبینید این استاده <تصفح> <مید> میذارم اینجا که هر وقت خواستیم مشاهده کنیم بدونیم که چه اتفاقاتی داره میافته خب تصویر رو الان استاد قطع کنه بهتره درسته <تصفیر> به نظر من قطع کنه تصویر رو بهتره میرم روی کامپیوتر استاد و تصویر رو قطع میکنم صداش هم قطع کردم استاد پس این هم وقتی قطع میکنه یا اون شکلی که گذاشته یا اون اسمی که گذاشته چیه دیده میشه و منم ویدیو رو قطع میکنم که استاد نبینه از این قسمت می توانیم کمرای دوربینمون رو عوض کنیم مثلا اگه من بخوام استفاده از این دوربین تصویر رو برای استاد نشون بدم میتونم اینو انتخاب کنم و با این دوربین استاد منو می بینه خب من الان اینو فعال کنم همونطور که میبینید این تصویر استاده این تصویر منه دوربین جدیدمه ببینید من دوربینم رو عوض کنم دوربین رو رو بذارم اون دوربین روبروم چون من دو تا دوربین توی لپتاپ استفاده کرد این دوربین روبرومه اگرم بخوام این تصویری که استاد از من میبینه اینو بخوام نشون بدم اون یکی تصویر رو میبینه از دوربین دیگه استفاده میکنه خب من همین تصویر روبرو رو میذارم خب حالا استاد و شما میتونید اینجا ببینید توی گالری میتونید به این ترتیب ببینید یعنی تصویر استاد اونی که داره صحبت میکنه و شما به عنوان شاگرد و اگر اینجا سی چهل نفر باشن میتونید حالت مختلف اینجا تمام شاگردار استاد ببینه و اگرم خاص خواست روش میداره و ساکت میکنه حالا کاری که لازمه انجام میده اینم مال خودم ها من میتونم خودم رو ساکت کنم یعنی به عنوان آن, آن میوت مزد میخوام میوت که ساکت کردم میبینید میکروفونم از همینجا میتونم کلیک کنم و میکروفون فعال کنم میبینید میکروفونم فعال شد هیچ فرقی نمیکنه میتونم از اینجا چه کلیک کنم خب خوب, خوب دقت کنید و اینم میان برش که داره میاد من تصویر رو قطع میکنم چون میخوام این سفر رو آموزش بدیم پس اینجا شما اولین چیزی که به عنوان شاگرد دارید تنظیمات میکروفونتون میتونید قطع کنید میتونید وصل کنید و تنظیم کنید اما قسمت های بعدی ببینیم چی هستند ببینید این قسمت اینوایت شما به عنوان شاگرد میتونید این ایمیل رو چکار کنید مثل استاد چیکار کنید این آدرس رو ببینید این آدرس آدرس کلاسه اینو هر کس داشته باشه الان تا این ساعت چون تو بعد از این ساعت چیه لغ میشه چیه میتونه وصل بشه بکنه ولی هر پارتیسیپنت یه آیدی داره حواستون باشه این دیگه بستگی به تنظیمات و استاد داره که اجازه بده از بیرون مهمان بیاد یا نه فقط شما بیایید یا مهمان اینو کپی یو آر کنید و بفرستید دعوت کنید بس از این قسمت میتونید این کار انجام کنید این از طریق جیمیل و برید داخل جیمیلتون و دعوت کنید و یا از همینجا اینوایت آدرس میبینید از همینجا کاری که استاد میکنه جلسه ا پسوردش استاد گذاشته 1د س4پ خیلی رمز ای گذاشته خب قسمت بعدی این مهمه به عنوان یک شاگرد partیcیpants خوب دقت کنید به عنوان یه شاگرد ببینیم چیا رو میتونیم ببینیم تمام شاگرد ها رو اونجا که تصویری شو که میدیدی شما اینجا میتونید چیکار کنید اسامیشون رو ببینید تمام شاگرد ها و استادتون رو و از همینجا دسترسی دارید خودتون رو چیکار کنید بازم دوباره آن کنید میکروفونتون رو یا برید مور rename اسمتون رو عوض کنید این شاگردی که گذاشتید اسمتون رو عوض کنید خب این استاده شما نمیتونید روی استاد دخالتی داشته باشید حتی شاگردای دیگه شما نمیتونید ولی چه امکاناتی دارید شما اینجا یکی از امکاناتی که دارید میتونید ریزهند یعنی دستونو ببرید بالا سوال دارید ریزهند بزنید ببینید اینجا دستون رفت بالا استاد اونجا میاد هر از چنگایی چک میکنه میبینه که دست یه شاگرد رفته بالا و حالا تو تنظیمات استاد میگیم که مثلا اجازه میده سوال کنه سوال بپرسید یا لوور هند دستونو میاره پایین حتی شما سوالتون وسط راه حل شد میتونید بیایید لوور بزنید اینو لوور بزنید و چیه یعنی دستونو بیارید پایین دیگه مزایم استاد نشید پس یکی از امکاناتی که هستش اینه دوباره آن میوت یعنی صدای میکروفونتون رو فعال کنید بس جاهای مختلفی گذاشته شده اینجا گذاشته شده برای است این میکروفون اینجا گذاشته شده و یکی هم اشارهگرتون رو بیارید روی این و میتونید انجام میکروفونتون بس این قسمت پارتیسیپنتس خوب مزد میخوام از این قسمت پارتیسیپنتس مهمه که شما کلیک کنید میتونید چیکار کنید چت چت و اینا رو ببینید و اگه چتی انجام گرفته باشه و اسامی شاگردا و این بالا هم یه فلشه خب می, هر وقت خواستید میتونید رو ببندید ببینید کلوز uh, یعنی ببندید بس هر وقت اینجا رفتید صفحه‌تون کوچیک‌تر شد میتونید راحت بیایید اینجا این فلش رو بزنید و اگر پاپ اوت بزنید یعنی این به صورت یک صفحه کوچیک جلوی چشمتون میاد میتونید بیارید اینجا ضمن اینکه صفحه استاد دارید میبینید و اینو چکار میکنید میتونید با اشاره‌گرتون به این الان من اینو صفحه بزرگ کنم خب میتونم بیارم بذارم اینجای ای صفحه هر کجا که میبینم که چشم به اینا باشه که کیا دارن میان ارزم بزرگ شما که کی دست شو برده بالا چون اینجا دیده میشه کیا دست بردن بالا کارای مختلفی که اگرم خواستم به صفحه ملحق کنم دوباره مرج مرج میتینگ ویندو و وصلش میکنم به اینجا بس هر وقت خواستید میتونید این فلش رو بزنید و صفحتون رو پاپ اوت کنید هر وقت هم خواستید چیه ببند پس اینجا دیگه چیزی ندارید برای این قسمت و اما شیر اسکرین شما میتونید ورد و پاورپوینت و دسکتاپتون رو در اختیار دیگران و اساتید قرار استاد قرار بدید ولی به شرطی که استاد اجازه ببینم استاد اجازه داده الان استاد این اجازه رو به من داده معمولا استاد میبنده که شما این اجازه رو نداشته باشید بس این به عنوان یک شاگرد خوب دقت کنید شما حق ندارید اسم اگر اینکه استاد اجازه داشته باشه که اینجا استاد اجازه داده و من میتونم چکار کنم فایلایی که دارم پاورپوینتی که دارم در اختیار دیگران قرار بدم مشاهده کنم اینجا میام ببینید من هر صفحه ای رو برم تو اینترنتم خوب دقت کنید من اینو میارم میبندم من اگر برم تو صفحه اینترنتم خوب دقت کنید و هر صفحه ای رو فعال کنم میخوام آموزش مثلا میخوام یوتیوب خودم رو چکار کنم آموزش بدم یا آپارات دات کام رو خودم و هر چی هست میخوام آموزش صفحه یوتیوب خودم رو میزنم آماده میشه میخوام در مورد این توضیح بدم کارایی که انجام بدم بعد بیام توی این جایی که آمد از شیرین اسکرین رو میزنم میبینید فعال شد و اینو انتخاب میکنم و شیر میکنم الان چون استاد اجازه داده بود الان توی موبایل من این صفحه اومد یعنی استاد و شاگردا این سفر رو دارن میبینن و من میتونم توضیحاتم رو بدم ولی استاد میتونه چکار کنه این سفر رو از من بگیره و قطعش کنه یا خودم میتونم اینجا بالا بزنم استاب شیر ببینید این قسمت بزنم استاب شیر دیگه تو صفحه استاد نباشه بس شیر اسکرین معمولا 90 درصد شما حق ندارید صفحتون رو نشون بدید یا پاورپوینتی هست میخواهید یا وردی یا جزوتون رو یا نمونه سوالتون رو به استاد بس یکی از خوبیای زوم نسبت به برنامه های دیگه اینه که شاگرد و شاگردان همه شاگرد ها استادها میتونن فایل رو چکار کنن به همدیگه اگه قرار باشه نشون بدن قسمت بعدی چته ما میتونیم با استاد چکار کنیم چت کنیم من بنویسم که مثلا thanks و اینتر بزنم خب این پیام به استاد میره و استادم میتونه چکار کنه چت منو جواب بده من میرم توی نقش استاد چیه یه جوابی رو میدم میگم که اوکی OK". مینویسم ببینید پیام اومد استاد اکبر زنگی پیامش اومد خب این پیام به چی اوریوان من میتونم اینجا انتخاب کنم نه من فقط به یکی از شاگردا میتونم از اینجا انتخاب کنم به یکی از شاگردا و یا استاد بدم خب دقت کنید بازم نقش استاد استاد میتونه این چت و قطع کنه که پرایوت یعنی کسی به کسی یه دفعه مشکلی پیش نیاد این دیگه بستگی به نوع کلاس داره استاد میتونه چت رو قطع کنه که کسی به شاگرد دیگه شاگردی به شاگرد دیگه چیکار کنه تو تنظیماتش قطعش کنه فقط به استاد بده و همه ببینن مثلا یا اصلا کلا و قطع کنند و این چتو میشه آخر چیکار کرد ذخیره کرد شما این دقت کنید سه نقطه داره بزنید سیو چت میتونید ذخیره کنید و استاد میتونه چیکار کنه این اجازه هم نده چون احتمال داره اینجا حرفها مطالبی پیش بیاد، نکته هایی پیش بیاد، ناجور باشه و فردا برای استاد مدرک بشه، درد سرساز بشه. استاد میتونه چکار کنه؟ این چت توی تنظیماتش بعدن یاد میگیریم اجازه نده که کسی ذخیره کنه و یا خودش کلا ذخیره کنه به صورت بعدم به صورتی یه فایل بفرسته این دیگه بستگی به تنظیمات استاد داره بس توی چت شما این سه نقطه رو بزنید میتونید چیکار کنید سیو چت هایی که وجود داره مطالبی که مثلا استاد لینک فرستاده حتی از طریق اینجا چت ها استاد میتونه چیکار کنه یه فایلی رو برای شما فرسته بفرسته یعنی شما دانلود کنید ببینید تمرین حل کنید خوبی زوم اینه شما حتی به عنوان استاد میتونید چیکار کنید در این قسمت میتونید که چیه یه فایلی رو آپلود کنید و دانش, دانش آموزا سوال پاورپوینت حالا هرچی هست رو چیکار کنن دانلود کنن و ببینن توی چتشون بس این قسمت چت بس این اجازه هم میتونه استاد بگیره یا بده اما ریکورد معمولا اه، توی برنامه اجازه نمیده که شما زد. من چت رو میبندم میخوام ببندم اینجا این فلش کلوز و اگر چت من میخوام پاپ کنم میتونم همینطوری بیارم جلوی چشمم باشه و هر کجا که هستش بذارم و و هر وقتم خواستم چیکار میکنم میبندم این زبدرشو میبندم چت بسته میشه مشکل نداره خب اما ریکورد اه اه شما میتونید جلسات رو ضبط کنید اما به شرطی که استاد بده ولی استاد خودش میتونه برای خودش رو ضبط کنه بعدا حالا تنظیماتش میبینیم که چیکار کنه به صورت یه فیلم در اختیارتون قرار بده یا خودش بخواد تغییر بده حالا هرچی ازش ولی شما نمیتونید ببینید من الان بزنم میگه که please ریکوست از, از استاد درخواست کن پرمیشن اجازه بعضی موقع استاد به شما فقط اجازه میدیم میگه فلانی تو ضبط کن مثلا تو اهل فنی ضبط کن بعضی بذار توی کانالم یه همچین چیزی بس این اجازه رو میتونه به یه شاگرد بده یا به همه شاگرد ها بده این که بستگی به تنظیمات استاد داره خب و آخرین گزینه هم لیو میتینگ یعنی میتونم جلسه رو ترک کنم برم یعنی دیگه من کاری ندارم عجله دارم میخوام برم بقیه کلاس اما این بالا ببینید یه علامتی وجود داره این همون تنظیمات کلاسه یعنی همین پروفایلیه که وجود داره من تو کدوم کلاس هستم خب این هم که قفله داره بهت میگی که خیالت راحت باشه این هست بین تو و استادت خب اما اینجا این قسمتی که میبینید جوین اودیو همین تنظیمات میکروفون فرقی نمیکنه من بزنم تنظیمات میکروفونه که آیا یه تست بگیرم همینجا بزنم یه ببینید یه تست میگیره یس شنیدم و صدامم دارم میشنوم یس تنظیمه فینیش آره بس یه نوع تست میکروفون این اگر خواستید تست بگیرید اینجا دقیقا یه همچین چیزی که اونجا وجود داره خب و یه چیزی دیگه هم که وجود داره لیف کامپیوتر اودیه یعنی نمیخوام از صدای کامپیوتر استفاده کنم و تست میکروفون کنم که این هم اگه تیک بزنید چیه موقعی که وصل میشید به کنفرانس دارید میگید که از میکروفون چی کامپیوتر استفاده کنید اینو زیاد حالا مهم نیستش اما شیر اسکرین همین یکی که اینجا دیدید هیچ فرقی نمیکنه شیر اسکرین چون استاد اجازه داده بود من تونستم صفمو چیکار کنم در اختیار دیگران قرار بدم و دقت کنید خوب حواستون باشه شما اینجا علاوه بر اینکه صفحات که مثلا پاورپوینت من یه پاورپوینت هم الان فعاله ببینید من اومدم اینجا من اومدم اینجا پاورپوینت ما فعال گذاشتم خب میتونم در اختیار دیگران میخوام آموزش بدم اینو انتخاب میکنم و شیرش میکنم و الان تو صفحه همه شاگردا و الان صفحه استاد چیه فقط همین صفحه داره دیده میشه یعنی این صفحه پاورپوینت داره دیده میشه و من میتونم قدم به قدم اینجا برم جلو درس بعدی در... کلیک کنم و درسامو بدم درسایی که میخوام ارائه بدم خوب دقت کنید بس این دیگه بستگی به استاد داره که به من اجازه داده باشه وقتی من اینو شیر میکنم اگر ماوسمو اشاره و ببرم بالا یا انگشتمو تو موبایل ببرم بالا انگشتمو فرقی نمیکنه یه سری امکاناتی در اختیار من هست یکی از اونها پاز پازه یعنی مکس میکنه چیکار میکنه صفحه منو اینجا نگر میداره همه فقط این صفحه رو میبینن پازو میزنه استادم هم یا هیچ فرقی نمیکنه و من میتونم برم اون صفحه ای که دوست دارم الان اونا فقط اون صفحه رو دارن یعنی دارن همه این صفحه رو میبینن خب من الان برم اینجا هر کاری انجام بدم آمادهش میکنم بعد چیکار میکنم رزیوم میزنم و ادامه حالا اونا این صفحه رو میبینن دیگه اون صفحه برداشته میشه پس شما و استاد داره تدریس میکنه میتونه بیاد اینجا از قسمت یکی از امکانات خیلی خوب اینه که پاز پاز رو بزنه بچه ها همین صفحه رو یعنی من الان هر کاری اینجا برم ایمیلامو چک کنم من الان مثلا برم توی اینجا این سفر رو نگاه کنم ایمیل میلام رو چک کنم کار شخصی انجام بدم تا این رزیوم رو نزنم این چیه صفحه دیده نمیشه خوب دیگه. ولی الان اینو بزنم اونا چیه ادامه سفر رو چیکار کنن چون پا اینو شیر کرده بودم این سفر رو میبینن دیگه اون صفحه ای که من رفتم توی ایمیلم نمیبینن خب اما یه امکان دیگه ای که هستش اشارهگر رو بیارم بالا خب انوتیت یعنی چی من میتونم خیلی عالیه یعنی کارهای مختلفی که میتونم ارزم به حضور شما که خط بکشم رنگ ببینید اینجا انواع رنگ ها هستش رنگ هم رو انتخاب کنم کاری بعد بیام اینجا لاین نوع لاینمو عوض کنم ریس کنم توی قسمت فرمت رنگ ها لاین بعد فونت فونت ها مو عوض کنم من بیام اینجا تکست میبینید این تکست رو میبینید بعد بیام اینجا کلیک کنم و یه چیزی رو بنویسم مثلا تستینگ خب اگرم میخوام اندازه فونتش رو چیکار کنم عوض کنم بیام اینجا رنگش رو عوض کنم فرض کنید رنگ آبی انتخاب کنم و فونتش بولد کنم و اندازهشم یه مقدار کچیکتر کنم 24 بیام اینجا شروع کنم بنویسم آزمون ببینید فارسی نوشتم هیچ فرقی نمیکنه بس شما اینجا یه سری امکاناتی دارید حالا این امکانات چیه برای استادم است فرقی نمیکنه یه جا دارم تدریس میکنم خب من از این صفحه خارج میشم اشارهگر گر اینو اول تبدیل میکنم اشاره گر میخوام بیام چی توی صفحه دیگه ای که اینجا یه مقدار شلوغ شد خب اه. اه. چی شد همه اینا موند برای اینکه من چیه باید دقت کنید اینا تو صفحه میمونه همینه ای که من انجام داده بودم حتما باید چیکار میکردم ایریز میزدم یا کلیر پاکش میکردم وقتی کلیر میزدم کلیر اولد رووینگ همه رو بس شما وقتی اشاره رو تبدیل میکنید و چیزایی که کشیدی چیه روی صفحه میمونه هر صفحه ای رو عوض کردید اون متنایی که نوشید و با کلیر میزنید پاک میکنید خب بریم اینا رو ببینیم چیا هستن اولی که اشاره تبدیل میکنه به اشاره که هر وقت میخواهید چیکار کنید توی متنا حرکت کنید بتونید چیکار کنید توی بین متنا جابجا جا بشید عوض بشید خب بعدی چیه سلکت دیگه همتون آشنا هستید برای انتخاب کردن تکست. دقت کنید برای متن وقتی یه جایی کلیک میکنید شروع میکنید به تایپ کردن ولی اون فرمت قبلی و فونتی که قبلا تو کیبوردتون هست و انتخاب میکنه میایید اینجا رنگتون رو عوض میکنید و حالا هر که هستش شو مینویسید خب اگر دیدید غلط نوشتید اینا آندو داره این آندو رو میزنید و برمیگردونه پاک میکنه اما این خیلی جالبه درو شما میتونید انواع چیزهای مختلفی که هستش فلش ها شکل لوزی رو انتخاب میکنم و اینجا چیکار میکنم میکشم و هر شکلی که رو که دوست دارید میتونید چیکار کنید نوع قلم ها رو انتخاب کنید و بکشید میگه خودتون تست کنید و این قسمت استم ببینید این استم رو روش کلیک کنید مثلا من الان این فلش رو کلیک کنم هر کجا کلیک کنم اون میشه ببینید مثلا این به چه دردی میخوره من روی فلش کلیک میکنم اینا رو هم کلیر میکنم چون از این صفحه خارج بشم ببینید من الان اینجا برم توی صفحه دیگه اونا هستن این آ... چ... چیزایی که کشیدم این کلیر رو میزنم پاکش میکنم خب میام روی استم کلیک میکنم روی فلش و الان مثلا میگم که بچه ها نکته مهم یک دو ببینید میمونه دو تا دیگه هم اینجا هست این دو تا نکته رو مثلا دقت کنید خب و اگر خواستم چیکار میکنم پاک میکنم حالا هر چی هستش یا از مثلا از این ستاره استفاده میکنم میتونم بگم که این یه نکته اینم یه نکته اینم یه نکته اینم یه نکته یا از علامت سوال میگم که جای علامت سوال داره اینجا مثلا چی میشه بس اینا ثابت میمونه اما یکی هستش که چیه اسپاتلایت وقتی روی اسپاتلایت کلیک میکنید خوب دقت کنید روی این مثلا که اشارگرتون داره نشون میده که کجاست دارید توضیح میدید اگر خواستید توضیح میدید و دومی هم فلشه اگر فلش کلیک کنید اشارهگرتون دیگه جا میذاره ببینید فقط همون یه دونه است هر کجا میزنید اون یه است فقط دارید نشون میدید که من الان اینجا هستم دقت کنید بس این اسپاتلایت خوب دقت کنید همون یه دونه است چه اینو انتخاب کنید به این حالت چه اینو انتخاب کنید یه دونه است ولی استمپو چند بار میتونید نگه دارید و همه اینا رو هم چیکار میکنم یا آندو میکنم یا میام کلیر اول حالا اینجا هم میتونم بگم که فقط دروینگ اونایی که نی... کشیدم فقط اون چیزایی که شاگردا میبینم میگم که همه رو پاک کن چیز مهم نیست دوباره روی فلش کلیک میکنم اما پاک کن ببینید شما وقتی یه چیزی رو کشیدید مثلا میام روی قلم کلیک میکنم روی این قلم کلیک میکنم و یه خط اینجا میکشم یه خط اینجا میکشم یه خط اینجا میکشم جاهای مختلف اینو مثلا دورش خب حالا میخوام چیکار کنم پاکش کنم این ایریزر رو میزنم و اون یکی از اینا رو کلیک کنم از بین میره هر کدوم از اینایی که روش کلیک کنم اما همه رو یه جا میخوام پاک کنم کلیر رو میزنم کلیر اول همه رو یه جا پاک میکنه پس فرق ریزر با کلیر اینه کلیر همه رو یه جا پاک میکنه ریزر چیکار میکنه تک تک فرمت که رنگ و اینا رو عوض میکنه اینم که اندازه خطتون مثلا میتونید قلمتون اون یا چیزایی که انتخاب کردید چیکار کنه پاک کنی که انتخاب کردید پاک کنه بزرگتر انتخاب کنه بس دیگه, دیگه, دیگه به چیزی که انتخاب کردید و وسایلی که انتخاب کردید اندازش رو بزرگتر میکنه و اینم که برای فونت برای این تکست متنه وقتی متن می نویسید خب این هم آندو یعنی کار آخر رو مثلا چیکار کن آندو کن مثلا من الان اینجا بیام مذر میخوام این که به درد نمیخوره بیام اینا رو قرار بدم اینجا بعد ببینم اشتباه کردم میگم که آخری رو آندو کن میبینید یکی کی اینا رو برمی آندو اون کار آخر رو برمیگردونه ریدو هم نه درست بود برگردون بس آن دو ریدو رو که دیگه همه بلدید اینا هم میدونید این هم که گفتیم کلیر همه رو پاک میکنه اما خوب دقت کنید شما روی صفحتون یه کاری رو دارید انجام میدید میتونید این چیزایی که نوشتید رو سیو کنید این صفحتون رو اسکرین سیور یعنی من الان اینجا بیام اینو بگیرم و یک دایره اینجا بکشم و یه خطی هم اینجا بکشم و بخوام از این صفحه چیکار کنم عکس بگیرم کافیه چیکار کنم این سیو رو بزنم میگه که سیو شد توی فولدرت میتونی برید ببینی. ببینید ببینید عکس گرفت و به صورت جی پیگ اینجا نشون میده و ذخیره کرد توی داکیومنت زوم آدرسش هم میده و ذخیره کرد بعد شما میتونید چیکار کنید صفحه ای که دارید رو چیکار کنید ذخیره کنید البته استاد میتونه چیکار کنه اینم اجازهش از شما بگیره این کل کاریه که شما میتونید با اینا انجام بدید و گفتم این سیوشم بسیگی به استاد داره که اجازه بده یا نه اینم که به اشاره گر تبدیل میشه حالا من اینو میبندم چون دیگه کاری ندارم میرم بالا و هنوز صفحه من شعره یعنی الان شاگردا من این صفحه رو نمیبینم ببینید من الان اومدم این صفحه شاگردا این صفحه رو نمیبینم الان فقط دارن این پاورپوینت منو میبینن من هر کاری که اینجا انجام دادم میخوام پاز کنم اینجا پاز میزنم اما اگر بخوام صفحه رفتم مثلا صفحه اینترنت ما میخوام نشون بدم خوب دقت کنید میام اینجا نیوشی رو میزنم و اساتید دقت کنن اینا برای اساتیدم است و اون صفحه‌ای که آماده کردم مثلا برای شاگردانم یه صفحه‌ای رو آماده کردم صفحه اینترنت اما آماده کردم اونو رو شیر می‌کنم الان دیگه پاورپوینت رو نمی‌بینن الان تو صفحه شون اینه و هر کاری که من دوباره میتونم برم نتایج بیارم اینجا مثلا چیکار کنم بگم که دوستان عزیز هر وقت اومدید بیایید اینجا سابسکرایب کنید توی اینترنت هم بعد سابسکرایب کردید چیکار کنید این زنگوله رو بزنید تمام فیلم هایی که دارم میسازم چیه براتون هشدارش میاد استفاده میکنید سایتیه که مفید حالا هر چی در مورد و اینجا پلی لیست میتونید تمام لیست فیلم ها رو ببینید دوباره میخوام قلمش کنم توی اشاره گرم برم بالا بیام پایین میبینید اون اونا پاک نشدن میبینید اون صفحه ای که هستش بس هر وقت صفحه ای رو دارید تغییر میدید حتما صفحتون رو دارید عوض میکنید اینا رو چیکار کنید کلیر کنید وگرنه نه. من الان یه سیو کنم کل این صفحه چیه ذخیره میشه با همین انوتیشن هایی که گذاشتم با علامت هایی که گذاشتم چیکار میکنم کلیر میکنم و اینم میبندم بس اینم امیدوارم که هم اساتید هم دانشجوها یاد گرفته و گفتم اینا مشترک فرقی نمیکنه اینم نیو شیری که یاد دادیم کلا پاز میکنم دیگه قطع میشه الان ما کجا میریم دیگه هیچ صفحه ای رو من بهشون چیه نشون ندادم اونا الان تو این صفحه زوم هستن مگه اینکه استاد بیاد چیکار کنه درسی رو ارائه بده و اما قسمت بعدی خوب دقت کنید خیلی احتیاط کنید ریموت کنترل یعنی که شما اجازه میدید شاگردها یا استاد چیکار کنه دسترسی به کامپیوتر شما داشته باشه و بیاد چیکار کنه اینجا تایپ کنه بنویسه توی صفحه شما بس شما اگر اتو او اع... اکسپت اول ریکوست همه درخواست ها اونایی که میخوان ریموت چون اینجا الان من چیز اجازه نداشتم و استاد اجازه نداده بود من نمیتونستم چیکار کنم ریموت کنترل داشته باشم چون استاد اجازه داده ولی من میتونم اینو به استاد اجازه بدم بیام انتخاب کنم استاد زهیری چیکار کنه روش کلیک کنم و چیه استاد روی صفحه من کنترل داشته باشه بس حواستون باشه حالا بعدا اینو یه قسمت دیگه هم کار میکنیم که حالا استاد اجازه نداده چطوریه و اما اگر بریم قسمت مر، همین برنامه که معرفی کردم چت اینوایت ریکورد امکاناتی که با گونه معرف داشتیم البته من اجازه ریکورد نداشتم میبینید اون امکانات من فقط اجازه داشتم که صفامو شیر کنم این امکانات اومد معمولا نمیاد اینو بعدا توی صفحه دیگه برای شما یاد میدیم که اصلا میبینید که چه امکاناتی وجود نداره خب اینا رو چیه یه سری امکاناتی رو در اختیار من قرار میده دیگه من کاری ندارم چون جلسه داره تموم میشه داره تموم میشه شاید به خیلی سیزا نرسم من چیکار میکنم میام استاپ شیرینگ رو میزنم که این سفر رو قطع کنه بریم بقیه توضیحات رو حالا من میرم تو صفحه استاد همین الان میرم صفحه استاد چیکار میکنم اون شیرینگ رو قطع میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته خوب دقت کنید من الان قطع کردم شما میایید اینجا میبینید همه اون امکاناتو دارید ولی دیگه شیر ندارید میخواهید بگی که چیه شما اجازه شیر اسکرین ندارید اوکی رو میزنم چت چت دارم بله مشکلی نیست کرد ندارم حالا استاد ببینیم چیکار میکنه استاد میخواد یه صفحه ای رو در اختیار ما قرار بده و شروع کنه به آموزش دادن حالا که استاد اینو شیر کرد من نگاه کن برم اینجا بالا همون ابزارهای انوتیتو دارم و میتونم روی تخته ای که استاد شیر کرده چیکار کنم همون کارهایی که میتونستم خودم شیر کردم دسترسی داشتم دسترسی داشته باشم و این کارا رو انجام بدم و کلیر کنم حالا هر کاری که خواستم و سیوش کنم بس روی صفحه استاد کاری که انجام میده حالا میتونه یه عکس باشه یعنی به جای این یه عکسی یه فایلی چیزی رو در اختیار من قرار بده میرم مثلا یه عکسی رو از فایلا در اختیار شاگردا قرار میدم میبینید و شاگرد من میتونه چیکار کنه اینجا کلیک کنه و فرض کنید اون چیزی که من خواستم رو پیدا کنه بنویسه و علامت گذاری کنه هر کاری که لازمه چون این اجازه رو بهش دادم به عنوان استاد و هر وقتم خواستم قطعش میکنم الان از روی موبایل خودم به عنوان استاد پس دقت کنید این کل برنامه‌ای که یه شاگرد داره حالا استاد میتونه چیکار کنه به من اجازه های دیگه بده من الان استاد چیکار میکنم میدونید که اینجا من ریکورد،, ریکورد نمیتونم بکنم استاد به من اجازه من میرم تو اتاق استاد و لو ریکورد به ایشون شاید ببینید این بالا میگه که host allows you to record به تو اجازه داد که ضبط کنی من از, از اینجا به بعد هرچی جلسه رو چیکار کنم اینو بزنم میگه میبینید داره ضبط میکنه recording داره ضبط میکنه حالا این قسمتش به درد نمیخوره پاز میکنم خب دوباره ادامه میدم ضبط میکنه و کلا قطعش میکنم دیگه بسه به اندازه کافی ضبط کرد بس که استاد من اینو قطع میکنم بهم هم چی میگه میگه که این فایل آخر جلسه که داری ترک میکنی به صورت ام فور تبدیل میشه و ذخیرش میکنی توی کامپیوترت اما اگه پول داده باشی مثل گوگل درایو میتونی بری توی جای دیگه ذخیره کنی که خود زوم داده بس این الان چی شد این امکان دوباره میخوام ضبط کنم ادامه رو دوباره چون ازم نگرفته میتونم چیکار کنم ضبط کنم هر وقت خواستم این بقیه صحبت ها رو قطع کنم دوباره ادامه ضبط و دوباره اینم یه فیلم دیگه دوباره به صورت امپیک فور بس این استاد ها. حالا استاد دوباره چیکار میکنه اینو از من میخواد بگیره میره روی اسم من کلیک میکنه و فوربید ریکوردو میزنه دیگه من نمی‌بینید دیس الاوز یو تو ریکورد دیگه اجازه نمیده بقیه رو ضبط کنم خب نماز استاد دیگه چیکار میتونه بکنه استاد میتونه منو ریموو کنه یعنی کلا از جلسه خارج کنه یعنی توی آپشنی که داره استاد دیگه چیکار میتونه بکنه منو میتونه تو ویتینگ روم قرار بده توی ویتینگ اتاق انتظار به قول شلوغ کردم و ب... ب... برای تو اتاق انتظار ب... که گفتم الو رکورد اجازه بده من ضبط کنم رینیم اسمم رو عوض کنه بخواد تغییر نام بده دیگه استاد چیکار میتونه بکنه استاد میتونه ask to start ویدیو از من بخواد که چیکار کنه ببینید از من خواسته که ویدیو مو پخش کنم یعنی تا... اه... تصویرمو رو ببینم ببینید تصویرم رو الان شما مشاهده کردید خب من اگر خواستم قطعش میکنم دیگه به قول معروف دست خودمه دیگه ویدیوی خودمه و اون درخواست استاد بود منم انجام دادم حالا مهمترین قسمت خوب دقت کنید استاد میتونه منو چکار کنه میک هاست منو میزبان کنه یعنی من جلسه رو اداره کنم استاد میخواد بره کاری رو انجام بده میخواد جلسه رو تک کنه زودتر چکار کنه منو میزبان کنه پس الان من به عنوان استاد کلیک میکنم و شما رو چکار میکنم میبینید یو آر د هاست ناو شما الان کنترل کننده جلسه هستید استاد رفت و من دارم جلسه رو کنم خب چه امکاناتی داره ببینید قسمت منیج پارتیسپنس بیایید شما الان میتونید شاگردهای دیگر رو چکار کنید حتی خود استاد رو میبینید الان من میرم میتونم خود استاد رو چکار کنم برم مر و کارهایی که دوست دارم انجام بدم یعنی دقیقا همون کاری که استاد ریموف چون من الان دیگه میزبانم ریموف کنم پوتین ویتینگ روم دو اتاق انتظار بذارم رینیم عوض کنم میک هاست چیکار کنم دوباره برگردونم میزبان بشه آسک تو استارت ویدیو ازش بخوام که ویدیوشو پخش کنه خب من میتونم الان به استاد درخواست کنم که استاد چیکار کنه ویدیوشو پخش کنه خب منم الان استاد چیکار کردم همونطور که میبینید من الان توی کمرا مشاهده میشم ولی توی موبایلم هم خب بخوامم قطع کنم میرم چکار میکنم روی کمرا میزنم قطع میشه خب بس این کارهایی که استاد میتونه در اختیاره و چت با استاد چت کنه یا با شاگرد ها حتی با شاگرد بس استاد میتونه این کنترل رو در اختیار توی شاگردم قرار بده و این موقعی که بهت اعتماد داره چون خیلی کارا میتونی انجام بدی و حتی صداشو قطع کنی گفتم مر بری کارهای دیگهی ای که اینجا گفتم میتونه انجام بده و همینطوری روی شاگردا اینم که خودش هیچ فرقی نمیکنه و روی شاگردا میتونه خیلی کارا را انجام بده و الان استاد من با چون استادم ببینید میوت اول همه رو میتونم ساکت بس اینا چیزهایی که میبینید استادا دارن میوت اول همه رو ساکت کنم بزنم همه ساکت باشن بینید صدای همه خاموش بشه یه دفعه سر صدای میاد حرفی هیچ کس حرف هم دیگه نه نشنوه با آبروریزی نشه اگه مشکلی هستش ولی اگر این تیک داشته باشه لو پارتیسیپنت تو آن میوت اجازه بدی که خودشون سداشونو رو اینو باید تیکیشو برداری اگه واقعا میخوای دیگه نتونن یعنی اجازه ندی حالا من کاری ندارم آن میوت یعنی همه رو صداشون رو باز کن بتونن صحبت کنن و یه قسمت داره مور من اگه برم قسمت مور خوب دقت کنید میوت participants آن اینتری یعنی من به عنوان استاد اینا رو من قبلا نداشتم و اینا رو استاد داره استاد میتونه تنظیم کنه که هزار وقتی وارد میشن موقعی که وارد میشن همه ساکت باشن هیچکس حرفی نزنه خب این خیلی خوبه که یه دفعه جلسه شروع شده هم همه نباشه خب اینو میتونه کلیک کنه خب قسمت بعدی توی مور تو آن میوت اجازه بده خودشون رو خب خوبه این که باید خودشون هر وقت خواستن ساکت کنن خودشونو الو پارتیسیپنتس تو رینیم اجازه بده اونا اسمشون عوض کنن این یه بدیایی داره که هر جلسه یه کسی اسمش رو عوض میکنه خوب نیست این اجازه رو بدید و یه بار دیگه من به اسم شاگردم دیگه همیشه باید به عنوان شاگرد بیام play enter exit chime ببینید وقتی که شما وارد میشید و خارج میشید یه به قول معروف چیه یه صدایی بده که مشخص بشه یه نفر اومد یا خارج شد یه صدای تقی توقی بخوره و put participants in waiting room on entry موقعی که وارد میشید دیدید من اومدم تو ویتینگ روم منتظر شدم استاد میاد میبینی که آهان ده بیست نفر اومدن چون هنوز که کلاس شروع نشده بود موقع خو... ورود و استاد اجازه داد یعنی اینا نمیتونن جلسه رو تا استاد نیامده شروع کنن و همدیگر رو ببینن تا اینکه استاد اجازه رو بده و لاک میتینگ خوب دقت کنید اگر استاد لاک میتینگ من الان استادم لاک میتینگ رو بزنه خوب دقت کنید دیگه کسی دیر اومده باشه وارد. مثلا ساعت هفت شروع شده ده دقیقه بعد میگم که لاک میکنم دیگه تا ده دقیقه کسی به جلسه نرسه جلسه و همزن لاک بس من الان لاک کنم دیگه هیچ کس نمیتونه وارد جلسه بشه اینم از این دیگه دیگه امکان رکورد که داره شاگرد چون دیگه الان استاد شده و چت هم که بود اما توی چتش دقت کنید یه سری گزینه اضافه شده سیو چت میتونه چیه که بود قبلا هم ذخیره میتونه الان استاد شده میتونه دقت کنید اینجا استاد همونی که گفتم میتونه پارتیسیپن کن چت وید نو وانی با کسی نمیتونن چت کنن یعنی فقط و فقط کلی باید بفرستن هاست اونلی فقط به استاد میتونن چت کنن خب everyone publicly با همه مثل همینی که اینجا هست با همه publicly با همه میتونن چت کنن و everyone publicly and privately هم خصوصی میتونن صحبت کنن هم کل عموم خب اینو دقت کنید ببینید اگر نمیخواید چت کنن شلوغ میشه به قول معروف نمیتونی سوالا رو جواب بدی نووان no یعنی با هیچ کس حتی به خود شما هم پیام ندن اگه فقط میخواد به شما پیام بدن فقط میزبان انتخاب کنید هست و اگر میخواهید با فقط به عموم خصوصی چیز نباشه به عموم چیکار این فقط عمومه دیگه خصوصی نمیتونن و اگر everyone publicly and privately یعنی هم خصوصی هم عمومی بچه ها میتونن بس این رعایت کنید به کدوم باشه معمولا everyone به همه خصوصی نتونن بدن ولی همه ببینن استاد ببینه شاگردان ببینن این معمولا و چتتون هم اینجا تایپ میکنید و ساعت و دقیقه ای هم که چت فرستاده شده رو چکار میکنه اینجا نشون میده یه اینتر میزنید وقتی پیامو دادید و میبندم اینا بس قسمت چت نکاتی که اضافه شده و ببینیم اینجا چه برای شیر اسکرین چه امکاناتی برای استاد اضافه شده اگر استاد باشه خوب دقت کنید استاد میتونه الان وان پارتیسیپنت بود دیگه و خوبیش هم همینه یه نفر بتونه صفحه شیر کنه ولی استاد میتونه چیکار کنه انتخاب کنه مالتیپل پارتیسیپنت کن شیر من برم قسمت ادوانس اینو بهتر متوجه میشید ببینید الان وان پارتیسیپنت یعنی یه نفر اون یه نفر چیه میزبان استاد میتونم بگم که چیه اول participants همه هزار ولی فقط یکیشون شیر کنه این اجازه رو دادم خوب دقت کنید هو کن استارت شیرینگ ون سام وان چه کسی میتونه شیر کنه فقط استاد ولی اگر بزنم all participants یه شلم شروای میشه بس هیچ وقت اینو all participants نمیذاریم ولی اگر من اینو multiple پارتیسیپنت بذارم دیگه بقیه غیر فعال میشه اون وقت میگه که در آن واحد سایبلتینیستی یعنی در آن واحد اول پارتیسیبن در آن واحد همه حضار میتونن چیکار کنن صفحهشون رو شیر کنن که بی معنیه بس همون یه دونه بهتره و اونلی هم هاست فقط میزبان یا استادی که میتونه چیکار کنه شیر کنه حالا تو شیر استاد ببینیم دیگه چیا داریم به عنوان یک استاد خوب دقت کنید اولا همون شعری بود که دانش آموزان داشت هیچ فرقی نمیکنه خوب دقت کنید میتونی صفحه رو انتخاب کنی و شیر رو بزنی اون صفحه ای که میخوایی و الان دانش آموزا هیچ نمی نمیبینن اون صفحه الان صفحه ای که میبینن همون صفحه ولی اینو به شیر کنم چیه فقط این صفحه رو دارن میبینن من به عنوان استادا خوب دقت کنید ولی امکاناتم به چی اضافه شده خوب اینجا رو نگاه کنید همون پازو دارم همون نیو شیر رو دارم انوتیتو دارم فرقی نمیکنه ریموت کنترلی که بهتون گفتم و دارم همه اینها رو ببینید دارم و حتی از اینجا میتونم به شاگرد دیگه چون استادم میتونم به شاگرد دیگه چیه در اختیارش قرار بدم و قسمت مور که برای استاد بود گفتیم میتونیم داشته باشیم و دوربین نه همه چی تکراریه و کنترل دانش آموزامون که دیدیم بس چیز خاصی دیستیه برای شاگرد اساتیدم گفته شد من الان اینو قطعش میکنم استاپ بزد میخوام دوباره میام از اینجا فرقی نمیکنه اگر وایت بوردم میخوام اینو انتخاب میکنم به عنوان استاد وایت بوردو و شیرش میکنم خب وقتی من وایت بردم و روی وایت بورد میتونم چیه برای بچه ها درس و چیکار کنم توضیح بدم بنویسم از همین چیزایی که گفتیم استفاده کنم بس استاد وقتی داره شیر میکنه این وایت رو داره و میتونه در اختیار قرار بده و خواستش هم چیه سیف کنه این صفحه ای که الان هستشو یه الان چیکار کردم سیف کردم یعنی ازش عکس گرفت برم تو اینجا همون لحظه بزنم چیکار میکنه عکسایی که گرفتم و تو کامپیوترم نشون میده خوب دقت کنید اون دو تا فیلمو این میبینید اینجا ذخیره کرده دو تا فیلمی که گرفته شده بود تو اینجا توی کامپیوترم ذخیره کرده اینا هم هایی که هست حالا میبندم دیگه نمیخوام اینجا رو شلوغش کنم و استاپ شیرینگ رو میکنم میزنم استاپ شیرینگ میزنم اینجا دیگه چیه من میتونم آیپد آیفون گوشی رو بستم چیکار کنم شیر کنم امکاناتشو من ندارم استفاده هم نمی کنم اما ادونس تو قسمت ادونس شما میتونید در قسمتی از صفحتون رو پرشن پورشن آف اسکرین قسمتی از صفحتون رو شیر کنید یعنی بیایید اینجا و یه قسمت خاصی رو چیکار کنید در اختیار دانش آموزا مثلا فقط این قسمت رو نشون بدید یا این قسمت الان من هر کجا اینو ببرم فقط دانش آموزا چکار میکنن اون صفحه رو میبینن خوب دقت کنید وقتی من روی این کلیک میکنم پاز میکنه اون بالا رو نگاه کنید یور شیرینگ ایز باز ببینید اون بالا رو نگاه کنید من اینو وقتی کلیک میکنم اونا تو همون صفحه هستن تا موقعی که بیارم اینو قرار بدم اونجایی که میخوام یعنی من الان این قسمت رو میخوام نشون بدم رها کنم این قسمت رو فقط میبینن دیگه هیچ جا رو نمیبینن همینجا رو و هر وقتم خواستم چیکار میکنم پاز میکنم به استاپ شیرینگ بس خوب دقت کنید یه بار دیگه اینجا قسمتی از سفر رو میتونید بهشون نشون بدید Uh, بعد اینجا میوزیک اور کامپیوتر ساند میتونید صدای کامپیوترتون رو فیلمی چیزی دارید پخش میکنید اونو شیر کنید فیلمی چیزی هستش و اینجا هم از کمرا از محتوای دوربین استفاده کنید همونطوری که میبینید و قسمت فایل شما میتونید برید گوگل درایوتون uh, یا جاهای دیگه ای که فایل ها رو دارید چیکار کنید کلیک کنید و گوگل درایوتون رو شیر کنید و در اختیار دانش قرار دارید من الان رفتم گوگل درایو میتونم چیکار کنم کانکت بشم واسه بشم نشون بدم که این کارو نمیخوام انجام بدم برمیگردم توی سفر. خب اینم از قسمت شعر. پس دیدید که شما بیسیک این صفحه خودتون رو هر کدومش از انتخاب میکنید نشون میدید این وایت بورده خوب دقت کنید هم وقتی شیر میکنید دارید و یه نکته اینجا باید دقت کنید اینجا اگر تیک بزنید شیر ساند کامپیوتر میتونید بگید که صدای کامپیوترم من فیلم اینا دارم پخش میکنم چیه توی مثلا اینجا ش... چون شما دارید چیز میکنید مثلا فرض کنید یه ویدیو چیزی پخش میکنید اینجا میتونید اینو بگید که صدای کامپیوتر شما هم پخش بشه و بچه ها اینو اگر بزنید اپتیمایز شیرینگ فور ویدیو کلیپ ما موقعی که ویدیو کلیپ پخش میکنید ویدیو پخش میکنید چیکار میکنه سفر رو تنظیم کنه برای کیفیت بهتر حالا اینا هم دیگه من کاری ندارم گفته شد قسمت ادوانس هم گفته شد که صدا اینا همینجا می‌تونید میتونید دوباره تیک بزنید و قسمت فایل که گوگل درایو و دراپ باکس و اینها رو میتونید چیکار کنید یا مایکروسافت آفیس درایو شیر کنید و هر کدومم خواستید انتخاب کنید بعد شیر رو بزنید خب این هم از قسمت شیر چه از اینجا برید چه از اینجا هیچ فرقی نمیکنه پارتیسی به به توضیح دادم که روی شاگردا شما دیگه کنترل دارید به عنوان استاد و اینجا یه قسمت مور دارید و تنظیماتی که گفتیم قسمت اینوایت دیگه استادید میتونید چکار کنید بزنید و خواستید آهان این نکته رو بگم وسط جلسه استاد میتونه چیکار کنه از شاگردا از استادای دیگه مثلا شما یه سوالی میپرسید میگه باید از فلانی سری چیکار میکنه اینو میفرسته به یکی از دوستانش میگه که جوین شو به و یکی از همکارا ملحق میشه کمکش میکنه بس وسط جلسه میتونه استاد اینجا چیکار کنه اینوایت بزنه یا اینجا فرقی نمیکنه اینوایت بزنه و از یکی از شاگردا یا اساتید یا دوستانش چیکار کنه دعوت کنه و این قسمت که گفتیم تنظیمات ویدیوز و تنظیمات میکروفون چه استاد چه شاگرد همه اینا رو دارید و این قسمتی هم که به قول معروف یوارل بود دیگه چیز خاصی نیست و همه قسمت ها آهان وقتی اینو میزنم ازت میخوام من کنسل کنم من اینو ببینید من اشتباهی اینو بستم میبینید شروع کرد ان میتینگ یعنی جلسه رو تموم کرد منم هم استادم همه تموم میشه خب اما لیو میتینگ بزنم خودم دارم تک میکنم من باید اینو میبستم اشتباهی و میخواستم چت رو ببندم خب این کل کاری بود که به عنوان یک شاگرد و خیلی از کارهایی که استاد داره انجام میداره یاد گرفتید یعنی چه کلی از زوم به دست آورد حالا تو قسمت بعدی نحوه نصب زوم برای اساتید و تنظیماتی که خیلی هم زیاده گفته خواهد شد ولی خیلی چیزا رو اینجا دیگه یاد گرفتید کل کار دستتون اومد به عنوان یک استاد و اند میتینگ چکار میکنم به عنوان حالا یا شاگرد یا استاد حالا استاد میتونه بیاد چکار کنه جلسه رو چکار کنه از من بگیره کلیم میاد میبینه استاد اکبر زریدی دهاسنا یعنی دیگه من تمام اینا رو از ببینید دیگه نمیتونم شیر کنم دیگه نمیتونم چت ریکورد کنم هیچ کاری دیگه نمیتونم بکنم دیگه شدم شا... چیه شاگرد حالا چه استاد چه شاگرد میتونن جلسه رو ترک کنن امیدوارم که این دوره که حالا به این نحو گذاشته شد و خواستیم شاگرد و استاد چون شاگرد مهمتر بود که یاد بگیرن و اکثریت شاگرد هستن بدونن چه کارهایی رو میتونن انجام بدن استفاده قرار گرفته باشه مفید باشه و یه شمه کلی از زوم دست اومده باشه ولی امکانات زیادی برای اساتید داره برای جلسه و کنفرانس های خیلی عالی و مطمئنم پشیمون نخواهید شد دوره های بعدی رو ببینید ما تو دوره بعدی من اینو ترکش میکنم leave the meeting وقتی ترکش میکنم اون فایل یادتون میاد فایل و فیلم هایی که بود میخواد به ذخیره کنه میگه کجا ذخیره کنم هر کجا که خودش انتخاب کرده یا make new هم make new folder یه فولدر جدید به اسم ارزم به حضور شما که first session first session جلسه اول و اوکی okay. اوکی و میره ذخیره میکنه اون فیلمی که اینا اینجا ذخیره کرد اون فیلم ها و عکسایی که به صورت امپک 4 و میتونم چیکار کنم پخش کنم بدم به استاد حالا از صداشم به صورت جداگونه پخش کرد البته شما اگر پولی بخرید اینا رو با کیفیت بالا توی خود چیز مجازی درایو مجازی براتون ذخیره میکنه خب و جلسه بعد قرار ما این شد که ما به عنوان چی یک استاد بیایم چیکار کنیم ساین اپ کنیم قدم به قدم ثبت نام کنیم ببینیم چطوری میشه جلسه برگزار کرد و تنظیم کرد میدونم یه مقدار طولانی شد ولی میخواستم کل مبحث اصلی کل مبحث دستتون بیاد به عنوان شاگرد و استاد انشالله تو جلسه بعدی قدم به قدم تنظیمات کل اینو یاد میگیریم قربان شما التماس دا خداحافظ